ایران همچنان تلاش می‌کند عزاداران سیدالشهدا علیه السلام را محدود کند. در همین راستا پلیس ایران با صدور بیانیه مفصل به عزاداران حسینی، مسئولان هیئات، تکایا و دسته‌های عزاداری هشدار داده از تصاویری که خرافی نامیده استفاده نکنند. این بیانیه همچنین غم زنان سیدالشهدا علیه السلام را یک جریان انحرافی نامیده و تهدید کرده که به شدت با عزاداران مقابله خواهد کرد. از سوی دیگر امام جمعه اردبیل از پلیس خواسته که با هر دسته عزاداری که طوق هم می کند برخورد نماید. عاملی همچنین مدعی شده عزاداران حق برهنه شدن ندارند و ممکن است مورد خشم امام حسین علیه السلام قرار بگیرند. چندی پیش نیز یکی از مقامات ایرانی از بازداشت شماری از مداحان که آنها را اسرائیلی نامیده سخن گفت و توضیح بیشتری در این خصوص نداد. این اخبار در حالی منتشر شده که بسیاری از مؤمنان و مراجع اعظام تقلید این اقدامات را نشان دهنده دشمنی با عزاداری سیدالشهدا علیه السلام دانسته و نسبت به آنها ابراز نگرانی و نارضایتی نمودند. فعالان مذهبی از محدود کنندگان عزای حسینی خواستند تا با نگاهی به تاریخ عاقبت دشمنان دستگاه سیدالشهدا علیه السلام و عزاداران حسینی را در نظر داشته و دست از اقدامات این چنینی بردارند. گفتنی است عزاداری حضرت سیدالشهدا علیه السلام از مصادیق شعائر الله بوده و بزرگداشت و تعظیم آن نشانه تقوای دلهاست و هیچ حکومت، حزب و یا شخصی اجازه سلب حق شهروندان در ابراز عقیده و برگزاری مناسک دینی را ندارد.